حادثه ای در غرب در حال اتفاقه که حتی دموکراسی غربی رو به مسلخ خواهد برد و اون مسئله سیطره حکومت بر امور شخصی است. ببینید در غرب انقلاب دیجیتالی که پیدا شد دو تا کار اتفاق افتاد. یکی نسق زندگی رو به سمتی بردن که به این تکنولوژی متکی باشه، یعنی شما دیگه هارد کارنسی یعنی پول نداری دستت، شما هر چی میخوای بخری کارتتو میکشی، کارتی که میکشی یعنی معلومه که یک قرون پول خرج کردی کجا خرج کردی. قسمت دوم نظارت و پایشه. ببینید یک شهروند معمولی انگلیسی در روز 370 تا عکس ازش میگیرن، دولت میگیره. ولی غیر از پایش امور مالی و پایش ایمیلاش هست، پایش همه اینا دارن انجام میدن. اصلا همچی سیطره ای حکومت بر شهروند خودش، حتی هابز که کتاب لوایتان نوشته، اصلا لوایتان یعنی غولی که از داخل جمعیت میاد بالا به اسم حکومت، پیشبینی نمیکرد همچی دیکتاتوری رو. چون دیکتاتوری فقط این نیست که مثلا طرف حکم بکنه بقیه گوش بدن، دیکتاتوری این است که شما هیچ چیزی دیگه بدون نظارت نداری، اصلا مرز خصوصی برداشته شد. آقای دکتر توضیح. من میخوام بگم یک همچه پدیده‌ای در عالم غرب دموکراسی رو به مسلخ داخل. میخوام بگم در یه همچه شرایطی امروز اتفاقا علی‌رغم تبلیغات ما وضعمون قوی تر از گذشته. زمانی که حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه بودن، چون من کار همکاری با قوه قضاییه رو در حوزه حقوق بشر از زمان ایشون شروع کردم، خب اون موقع آقای کریمی که الان رئیس دیوان هستن معاون حقوقی ایشون بودن، ایشون به ژنو رفتن و در موضع رسمی نظام رو تا امروز همونه در مورد گزارشگری اعلام کردن، گفتن ما گزارشگری استقبال میکنیم و همیشه آماده پذیراییشون هستیم. گزارشگری، گزارشگری یعنی بیان ببینن که اشکال اگه هست ما حرف نداریم. اما اون چیزی که امروز بیان میشه گزارشگری نیست، یک مجموعه ای از به اصطلاح اتهاماتی است که اولا اینا رو تو هر سایت جمع کردی، شما الان یک دقیقه برید پشت اینترنتتون بشینید راجع به هر کشوری، کشور بزرگ مثل ایران که هیچ، کافی شما 50-60 سایت مراجعه کنید 200 اتهام هم راجع به توش پیدا میشه. حالا چی مثلا؟ ما این آقای احمد شهید که گزارشگر ویژه هست چرا به ایران راه نمیدیم؟ اتفاقا سوال بعدی منم همین بود که اصلا کجا این در واقع مصادیق رو ما از چی میترسیم؟ مثلا یک خرابکاری ما داریم ایشون میاد میخواد کشف کنه، یا یه جایی داریم لاپوشی میکنیم، هیچ کدوم اینا نیست. اتفاقا ما خیلی دوست داریم بیاد زندانای ما رو ببینه، هر گزارشی قبلا هم اومده تا بالا 6-7 گزارشگر اینا اومدن زندان ببینه، اصلا تو زندان رفتن طرف گزارشگر گفته که دو جوانه، گفت من تو زندان نمیخوام صحبت کنم، یه جای منو ببرید توی فضایی که احساس کنم شما میکروفون نداری. گفت این حیات بیرون فضا کجا دوست داری؟ رفت اونجا با زندانی چه صحبت کرد. یعنی ما اصلا نگران، ما چیز پنهانی نداریم. چرا ما او رو راه نمیدیم به ایران؟ اولین نکتهش این است که چرا گزارشگر ویژه برای ایران؟ اصلا مکانیزم UPR هست. UPR یعنی Universal Periodic Report، به طور منظم کشورها 4 سال به 4 سال باید ریویو بشن. خب الان 4 ساله دوم رسیده، خب بذارید این دوتا به چرخش داشته باشه، معلوم بشه کشورها چیگونه هستن. چرا ایران باید گزارشگر ویژه داشته باشه در حالی که در منطقه هیچ کشوری مثل ایران در دموکراسی و مردم سالاری سابقه نداره؟ چرا باید تقاضای کشوری مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و اینا که رکورد فضاحتباری در حقوق بشر دارن اون مبنای تعیین گزارشگر باشه؟ اینا اصلا سوال دیگه. پس این دلیل اول، گذاشتن گزارشگر موجه نیست. دلیل دوم، گزارشگر باید آدم بی‌طرفی باشه. حتی اگر ته دلش با ما خوب نیست نباید رو کنه، بیاد ببینه. مثلا یه نفری گفته من در زندان کتک میزنن دیگه، بیاد بره تحقیق کنه، راه داره ببینه کتک خورده کتک نخورده، کی زده کی زده.
خب ایشون تبدیل شده به یه هنرپیشه تبلیغاتی، از این سایت ضد انقلاب به اون سایت میره، علیه ما صحبت میکنه و تازه سایت شخصی خودش هم فعال کرده علیه ما بیانیه و اعلامیه و گزارش میده. خب این گزارشگر نیست، این مثل افراد دیگه است که علیه ما صحبت میکنن. کشور بزرگی مثل ایران که در منطقه تأثیرات خودشو داره، جلوی رژیم صهیونی مثل کوه ایستاده، برنامه های غربی ها رو یکی پس از دیگری با مشکل روبرو میکنه، طبیعتا دشمن داره. این نشانه اعتراض رو به صورت رسمی از طرق رسمی ما اعلام کردیم؟ ما به طور منظم، مفصل، مکتوب، شفاهی، آیتم با آیتم، قلم به قلم، با تفصیل استدلال براشون گفتیم. حتی در یک جلسه خانم پیلای گفت که من باید کمیته رو تشکیل بدم، این مطالبی که شما میگید اینا باید بررسی بشه راجع به ایشون، چرا ایشون چه کاری میکنه. البته اذعان گفت من که او رو نذاشتم. خب این اذعانش یعنی که من در اختیار من نیست. حالا فراتر از این، گزارشگر باید متدولوژی داشته باشه. مثلا یه آقای میاد میگه آقا در ایران فلانه، خب این ادعا رو باید او روش داشته باشه، مکانیزم داشته باشه. ایشون میاد سیزرم پست وصل پی نمی کنه، اینا رو سرهم میکنه، میگه مقدار زیاد اتهام وجود داره. خب بله اتهام هست، اتهام قابل تر کدومه؟ اتهامی که غربال شده کدومه؟ اصلا غربال تو چی هست؟ از اون بدتر ایشون مدافع سرسخت تروریسم، یعنی تمام کسانی که آدم کشی کردن در ایران در کار عمله تروریستی دستگیر شدن، اینا رو میگه مدافعان حقوق بشر. آخه این چه جور حقوق بشر است که با آر پی جی و بمب و مواد منفجره باید ازش دفاع کرد؟ این به نظرم یک تخلف بسیار بزرگی است. ما به اسمش گفتیم، مثلا یک فردی اعدام شد در ایران به خاطر اینکه در عملیات تروریستی بود، در محل اقامتش مقدار زیاد اسلحه اونجا بود، آر پی جی بود، بمب بود، بمب دستساز بود، نونوا کشته بود، آدم کشته بود. خب میگه اینا مدافعان حقوق بشر. مسجد رو منفجر کردن، میگه مدافعان حقوق بشر. خب این اصلا نماینده سازمان ملل، من نه تنها نماینده، هر فردی، هر آدم مسئولی بر اساس مصوبات شورای امنیت و مجمع عمومی باید با تروریسم مبارزه کنه. حالا اگر دین نداره، اگر تعهد نداره، بین المللی چی هست باید برای تروریسم کنه. اصلا ما عنوان مدافع حقوق بشر نداریم، از خودش در آورده، اسناد سازمان ملل چه عنوانی نداره. خب پس ایشون شده مدافع حقوق بشر. ایشون صبح با منافقین پالوده میخوره، زور با پژاکیا نهار میخوره، شبم با یه گروه دیگه دانسینگ داره. خب این که نشد کار که، یعنی اصلا این رکورد کار برای یک گزارشگر ویژه بسیار مفتزه. دلیل دیگه، من این دلیل بگم حسنتون سر میاد چون اینا ما به تفسیر باشیم گفتیم، توهین به اسلامه. ایشون حق نداره به اسلام توهین کنه. مثلا ایشون میگه قصاص حکم خوبی نیست. خب به تو چه خوب نیست؟ تو چی کاره ای هستی که خوب هست یا خوب نیست؟ تو گزارش تعیین کنی، بگی آقا در ایران سیستم آیین دادرسی ما و پروسه دادرسی ما در مورد قصاص مطابق قانون هست یا نه. یا مثلا میگه سب نبی و انبیا اصلا کار مهمی نیست، زنای محسن اصلا چیز مهمی نیست، چرا باید نه شما مجازات گذاشتی؟ خب این به تو چه رب داره؟ تو مگر مفتی هستی؟ تو مگر مجه تقلید هستی؟ خب ببینید اینا یه چیزاییست که افتضاحه. ما اینا هست که قبول نداریم، ولی ما در گزارشگری که مشکل نداریم. هر سوالیم از ما کردن به تفصیل جوابشون دادیم. خیلی ممنون. همتون میدونید این مباحث رو به هفت قلم و چندین زبان برایشون به تفصیل گفتیم و میگیم و خواهیم گفت. یعنی ما در دفاع از دستاوردهای ملتمون در هر بخشی خجالت نمی کشیم. اغراضی که غرب برای تهاجم حقوق بشریش داره و مکانیزمی که به کار میگیره کاملا حکایت از اون اغراض داره. اصلا حقوق بشر
یک پرچمی است برای جاده صاف کردن سیطره غرب، یعنی عنوان حقوق بشر نه اصل خودش. و در این زمینه از مکانیزم‌های مختلف غرب استفاده می‌کنه. اول مکانیزم سازمان ملل میاد مصوباتی رو، خب شما می‌دونید مکانیزم سازمان ملل بسیار آسیب پذیر و دارای نقاط ضعف زیادی است. این قطعنامه‌ها رو برای دادن وجهه مشروعیت به کارشون درست می‌کنه. و یه جوری هم اصطلاحی داریم که میگن به روبا گفتن شاهدت که گفت دنبا. مثلا ما دبیر کل گزارش میده میگه همون جوری که گزارشگر ویژه در گزارش شد، گزارشگر ویژه گزارش میگه همونجوری که دبیر کل گفتن. بعد دوباره دبیر کل دوباره گزارش میده که همونجوری که مصوبه ای که غربی ها علیه ما تصویب کرد، یعنی هر کدوم شاهد خودشون از خودشون میاره. این مصوبات برای ایجاد یک مشروعیت در دنیاست. تا وقتی نسبت به حقوق ملت ما تجاوز میکنن، مثلا به دنیا بگن بله این آدم های هستن زده حقوق بشر. استفاده از مکانیزم های ذهن سازی که شامل رسانه ها، شامل لابی ها، شامل تماس های مثلا 100 نفره، انواع چیزایی که مکانیزم بهش میگن مکانیزم مهندسی اذهان، برای اینه که توجیه کنن که کاری که میخوام بکنم. استفاده از مکانیزم های محاصره سیاسی اقتصادی، حتی متاسفانه یکی از مسببات ننگین سازمان ملل همین مسببه است که پروسه آرتوپی یعنی رایت تو پروتکت درست کرده که در لیبی اولین بار استفاده کرد. استفاده از زور برای دفاع از حقوق بشر، این خیلی چیز جالبی است و واقعا هم دیدید که چقدر موفق بودن. خب اینها مکانیزم هایی است که غرب داره. ببینید غرب پرچم حقوق بشر رو به عنوان مسیری برای تمهید سیطره خودش داره استفاده میکنه و این بسیار کار خطرناکی است. اولا ظلم عظیمی به خود حقوق بشر است. حالا ما یک بحث نظری داره اشکالاتمون در حقوق بشر است، یعنی ما چالش ما با حقوق بشری که غرب داره ترویج میکنه هم نظری هست هم عملی. در عمل میدان مخاصمه است. غرب ابزار حقوق بشر رو به عنوان یک اهرمی برای تمهید و تقویت سیاست‌های جهانگشایی خودش داره استفاده. تنها در مورد ایران هم نیست، در مورد روسیه هم هست، در مورد چین هم هست، در مورد هر کشوری که مخالف باشه هم کار میکنه. ولی دوستانش، کشوری که حتی برای یک رأی مردمش، یعنی مردم برای یک رأی دادن مورد قبول نیستن، در سختی هستن، یا کشورهایی که حتی سابقه یک دونه مثلا چیز رای دادن ندارن، انتخابات ندارن، اونا حقوق بشرشون هیچ تکون نمیخوره، مثل وضوی بی بی تمیزه، همیشه سر جاش هست. منتها اونا کشوری مثل ایران که بزرگترین دموکراسی خاورمیانه هست مورد اعتراض. پس این نکته که شما اشاره کردید، یعنی حقوق بشر و مکانیزمایی که به کار میگیرن، تا صحنه بین‌المللی کاملا آشکاره که تمهید کننده سیطره اونهاست. غربی ها در قرن گذشته بدترین فجایع رو داشتن. یه قرن دیگه برید آدم خور بودن، یعنی وایکینگ هایی که در سوئد و فنلاند اینجا بودن، ابن بطوطه نوشته اینا نه تنها آدم زنده رو میخوردن، آدم مردشون هم میخوردن. ابن بطوطه 1000 سال پیش رفته بود اونجا، دو سه ماه اونجا بود. همین سعودیایی که خیلی اتو کشیده و لوکس هستن، تاریخ ابن بطوطه قدیمی ترین سند راجع به سوئد هست. میگن خیلی جالب، اولا همش بوگم میدادن. من رفتم اونجا، چرا بوگم میدن؟ بعد دیدم دو تا علت داره. یکی این که اینا جسارت دستشویاشون تو اتاقشون یه صد گذاشتن دستشویی میکردن. ثانیاً حموم نمی رفتن اصلا. مثلا مثلا حموم چیه؟ گفت من کل اونجا باشون بحث کردم که دستشویی با جدی باشه، حموم یعنی چیه؟ واسه حموم باشون ساختم. بعد مریض بودن زیاد، پرم گرفتاری ما. بعد فهمیدم اینا مرده میخورن. ببینید وایکینگا که این، یعنی میخوام تمدن، ابن بطوطه قاضی قضات سیویل اشپیلیه بود در اندلس قبلی، رفته بود اونجا.
قبل نمیتونه بگه من صاحب یک میراث بزرگ تمدنی هستم. تمدن معاصرش رو گذاشتی، حالا باش سابقه چی، ولی یک معتقده که این بهترین نوع زندگی است. حالا گیرم خیلی خوب، شما دوست دارید بهترین نوع. اصل دوم، فقط همین نوع زندگی باید در دنیا رایج باشه. ببینید این یعنی یک ازاله حق بزرگ، یعنی یک ملت مثل ایران حق نداره لایف استایلی غیر از لایف استایل انگلیس و فرانسه و آلمان داشته باشه. اصلا گیرم مال شما خوب، ولی چرا باید بشریت از این تجربه تمدنی محروم باشه؟ ببینید پس چالش‌های اصلیش دو تا نکته اصلیه به صحبت از ازاله یه حق بزرگه. حالا نکته جالب این است که داکومنت های حقوق بشر با شعار حراست از کرامت انسانی شروع شد، تهش از انسان بزرگترین حق رو سلب کرد. چون اگه شما لایف استایل تغییراتی تعیین کنی، چی جور کرامتیه؟ شما تبدیل شده به یه برده، مثل آدم افراد برده بکنه، برده ها رو لباس شیک داره چون بپوشه. با همون مسیری که بهت میگم باید حرکت. دقیقاً. ما تجربه ملت ما بنای یک نظام مدنی سیاسی جامع بر اساس عقلانیت اسلامی است. فعل گفتن یا بیان مثل افعال دیگه است. در عقلانیت اسلامی هر فعلی در چارچوب باید باشه. یعنی شما نمیتونید بگید پس ما چون داریم مینویسیم میتونیم هر چی بنویسیم. یا میخواد ببینید اصلا قول سدید یعنی چه. ما در عقلانیت اسلامی باید اقوالمون سدید باشه. علمای ما برای قول سدید سه تا شاخصه گفتن. اینو میگم شاید برای اهل رسانه، چون خودم هم رسانه هستم به نحوی، بد نباشه. اولین ویژگی قول سدید نیت قائله. آدم برای چی صحبت میکنه؟ برای چی مینویسه؟ نیتت باید خوب باشه، برای حق باشه. دوم مطلبت باید حق باشه. سوم اون چی که میگی برای حق فایده داشته باشه. ببینید ما مسلمونیم دیگه، ما باید لایف استایل اسلامی داشته. در لایف استایل اسلامی ما باید حرفم میزنیم نیت، اعمال ما به نیت ماست. این که رسانه ها رو ما یک دفعه ببریم بگیم اینها دیگه معصوم از همه چی هستن، دست به رسانه نزنید، رسانه اشکال نداره، هر که هرچی میسه باید، نه اینجور نیست. چه اون کسی که قلم دستشه، چه اون کسی که کار دیگه دستشه، در مقابل افعالش مسئوله. من به نظرم یک، اون چیزی که در کشور نوشته میشه نباید غیر حق باشه. این که به ذهنمون چیزی میاد یا بخوایم یه جهر خراب کنیم، کسی رو دوست نداریم، یه خلاف. دو، فرض کنیم مطلبی رو ما فهمیدیم، اصلا سر در آوردیم، بیان این مطلب رو باید حساب کنیم، ببینیم آیا دشمن ما از این مطلب سوء استفاده میکنه یا نمیکنه. اگر دشمن ما از این مطلب سوء استفاده میکنه، خود ما باید عاصم داشته باشیم. فرهیختگی یک رسانه‌ای در نظام اسلامی اینه، و الا ما میشیم مثل هوچیگری‌هایی که در کشور غربی هست. گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان به شدت از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. چه بخشی از روحانیت هست که واقعا به حقوق بشر اعتقاد داره؟ در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران از دو سال قبل که ماموریتش را شروع کرد، برای گفتگو با اونهایی که حقوق بشریشان زیر پا گذاشته شده بود به گوشه و کنار جهان سفر کرده. یکی از ادعاهایی که غرب علیه ملت و دولت ایران مطرح می‌کند، نقض حقوق بشر است. این در حالی است که روزانه هزاران موارد از نقض حقوق بشر در دنیا اتفاق می‌افتد. ایران که همواره از کشورهای مدافع و حامی دفاع از حقوق بشر بوده، در طی چند سال اخیر مکررن به نقض حقوق بشر متهم می شود. چالش ها و مشکلاتی در مورد قوه قضاییه ایران وجود دارد.
گزارش من هم این نکته را مورد اشاره قرار داده که موضوعات بسیار زیادی در مورد دستگاه قضایی ایران وجود دارد. احمد شهید 50 ساله از 11 ژوئن 2011 به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر تا کنون گزارش‌های زیادی درباره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. ایشون به عنوان گزارشگر سازمان ملل از تروریسم‌هایی که آدم کشتن و در حال اعمال ترور دستگیر شدن، خونه اونها پر از آرپیجی و مسلسل اینا بوده، و اسم مدافعان حقوق بشر، نمیدونم چه جور حقوق بشر است که با آرپیجی باید ازش دفاع کرد. ما در مقابل این اتهامات پاسخهای بسیار دقیق داریم، حرفه‌ای داریم، منطقی داریم و پاسخهای خودمون رو به بهترین بیان هم ارائه خواهیم کرد. یکی از ادعاهای سازمان‌های حقوق بشری تحت حمایت غرب صدور احکام قضایی به ویژه حکم اعدام در خصوص مجرمان است. این در حالی است که صدور این احکام بر اساس موازین اسلامی و شرعی و آن هم پس از گذراندن بازبینی‌های متعدد توسط کارشناسان این حوزه و رعایت کامل حقوق شرعی و قانونی مجرمان صورت می‌پذیرد. در حالی که کشورهای غربی خود از شیوه‌های عجیبی برای اعدام استفاده می‌کنند، اما با ابزارهایی که در اختیار دارند همچون رسانه که از آنها به عنوان بوهای تبلیغاتی میتوان نام برد، خود را از هر گونه اتهامی در حوزه‌های حقوق بشری و قضایی مبرا می‌کنند. یکی دیگر از این موارد قتل سیاه‌پوست آمریکایی و آزادی قاتلش است که می‌تواند مصداق بارزی برای نقض حقوق بشر باشد. رسانه‌های آمریکایی خبر از آزادی جورج زیمرمن به قید یک وثیقه 150 هزار دلاری دادند. آقای زیمرمن متهم به قتل جنجال برانگیز یک جوان 17 ساله سیاه‌پوست در حدود 2 ماه پیش است. او که به این قتل اعتراف کرده و از پدر و مادر مقتول هم عذرخواهی کرده، میگوید در حالی که در محل سکونت خود قدم می‌زده، به اشتباه تصور کرده که این جوان او را تهدید می‌کرده و به او شلیک کرده است. این واقعه اعتراضات گسترده ای را در جامعه سیاه‌پوست آمریکا به دنبال داشت. اتفاقاتی از این دست هر روزه در گوشه و کنار دنیا رخ می‌دهد که عموماً ردپای غرب در این رخدادها به چشم می‌خورد، اما سازمان‌های حقوق بشری هیچگاه خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند. و این معنای همان حقوق بشری است که غرب آن را به رسمیت می‌شناسد. آقای دکتر دارجانی، خب تو منطقه تحولات خاصی داره اتفاق میفته و یکی از اون تحولات و در واقع چیزهایی که ما زیاد هم میشنویم و به گوش مردم زیاد خورده مسئله داعشه. به عنوان خب کسی که سالیان سال تو عرصه بین المللی تخصص داشتید و رصد میکنید مسائل بین المللی، آیا اصلا فکر میکردید یه پدیده به نام داعش تا چند سال پیش ظهور بکنه و فکر میکنید آیندهش چه خواهد شد؟ ابتدا هم باید توجه کنید که عواملی که سبب شد که آمریکایی‌ها وارد این مقوله بشن، یعنی تولید گروه‌های تروریستی و اینها رو، چون اینا به اصطلاح مدت حیات مفید دارن، وقتی تمام بشه ژانر بعدش تولید میکنن. از زمان طالبان شروع شد، حتی القاعده یه نمونه بود ولی از زمان طالبان به طور دقیق شروع شد و جهتش هم مربوط به انقلاب اسلامی ایران هست. من یه خاطره ای رو بگم بعد توضیح میدم. وقتی طالبان درست شد، من سفری به پاکستان رفتم و با آقای ضیاءالحق یک شبی 4-5 ساعت با هم صحبت کردیم که چرا شما با ISI سیستم اطلاعاتیشون با کمک پولای عربستان اینها طالبان رو درست کردید. من خیلی سریع بهش گفتم شما خانمت که حجاب چندانی نداره، خودت هم اینقدر مسلمون دو آتشه متشرع نیستی، تو کابینت هم مردم بعضی هستن شاید نمازم نخونن، بعضی چیز دیگر هم میخورن. این به شما علاج اعتقادی نمیاد که طالبان درست کنی، پس یه دلیل سیاسی داشته. بعد از بحث مفصل خیلی روشن گفت که انقلاب شما ما رو میخوره و حتی اگه شما هم نخواهید بخورید، انقلاب شما
ما رو جارو میکنه میبره. امواجش بسیار سهمگینه. گفت خیلی هم مربوط به شما که نباشه. شما که در تهران هم چه قصدی نداشته باشید. اما امواج انقلاب یک واقعیت بیرونی است. و ما به این نتیجه رسیدیم که در مقابله با انقلاب راهی نیست که ما بتوانیم اسلام دیگری را علم کنیم. چون مردم به این اسلام ممکن است علاقمند باشن و ظاهرش رو ببینن، لذا این میتونه کار رو جلو ببره و امواج بلوک کنه. کلمات خیلی صریح ضیاالحق است. این یه تجربه است که غرب شروع کرد. انقلاب اسلامی رو چجوری باید مهار کرد؟ تجربه غرب این است که ببینید مردم مسلمان در جهان اسلام و جاهای دیگه جونشون به لب آمده. حکومت‌های دست نشانده و فاسد، سیطره غرب، تحقیر غرب، اصلا تحملشون از دست رفته. پیامی که انقلاب اسلامی داره این است که درسته، شما نباید دیگه تحمل کنید. ما باید به اسلام برگردیم و به اسلام تمسک کنیم تا بتونیم آقای خودمون باشیم. خودش هم یه نمونه درست کرد. یعنی تجربه ساختن یک نظام مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی ایران دست نشانده ای آمریکا و انگلیس و تو سری خور رو به بزرگترین قدرت منطقه و پیشرفته ترین قدرت منطقه، بزرگترین توان اقتصادی، توان تکنولوژیک منطقه تبدیل کرده، توان نظامی. خب اینا اینم داره میبینن. برای غرب بسیار خطرناک بوده. آمده استفاده کرده. از چی استفاده کرده؟ از این غلیان سرخوردگی احساسات بسیاری از نیروهای متحرک، از خلأ فکری که علمای اسلام در این بلاد ازش رنج بردن و رنج میبرن. نوعی از اسلام آمریکایی رو تأسیس کردن که این اسلام آمریکایی باید این انرژی در حال جوشش رو بگیره، مهار کنه و به سمت مقابل اون چیزی که باید باشه هدایت کنه. این اتفاقی داره میفته. پس عواملش هم خارجی هم داخلی. استفاده از مکانیزم تروریسم از قدیم هم بود، منتها پیدا نبود. امروز دوران شفافیت شر و شرارت است. امروز کاملا روشن شد. یعنی مکانیزم تروریسم مکانیزمی است که مورد استفاده غربه. غرب از این اهرم داره استفاده میکنه، هم تخلیه میکنه احساساتی که در جهان اسلام هست، هم به کمک نیروهای مسلمون ضربه میزنه به اونایی که باید اسلام رو احیا کنن. البته موفق نمیشه، خسارت میزنه، چون جهان اسلام جهانی است که به سرعت به این قضیه پی میبره. ببینیم چیزی که در مصر اتفاق افتاد چی بود. مصر بیداری اسلامی اتفاق افتاد. صحنه های عظیم، مردم احیای اسلام میخواستن. اخوان المسلمین چی به اونا عرضه کرد؟ یا سکولاریزم یا سلفیگری. این است که سبب شد انقلاب در مصر شکست بخوره و این همون جاییست که سبب میشه شکست خوردگی تبدیل بشه به داعش. شما ببینید شعارهای داعش شعارهای انتخابی دم انبارین، شعارهایی است که کارشناسان موساد و CIA و اینا نشستن باشه انتخاب کردن. تمام خواسته های درونی تو سری خورده و کمپرس شده جهان اسلام رو داره. همین سرکرده اینا سخنرانیش رو نگاه کنید، من با دقت چندین بار مرور کردم، بهترین حرفا رو داره. میگه تا کی ما باید در دنیا تو سری خور باشیم؟ بسه، ما باید عظمت اسلام رو احیا کنیم با اقامه دین، با تأسیس حکومت اسلامی. تا اینجاش که همه قبوله، اما یه بندش خیلی خرابه. حرف ابوبکر رو تکرار میکنه، میگه ابتلایتو ابتلایتو، یعنی من مبتلا شدم، من نمیخواستم، حالا که گردن من گذاشتید حرف من رو گوش بدید. ولی نمیگه موساد و CIA گردن تو گذاشتن. کی گردن تو گذاشت؟
کی به تو مسئولیت داد؟ خلأ ملاک مشروعیت. ببینید در فقه اهل بیت اگه کسی ادعای سیطره کنه باید اثبات کنه مشروعیتشو، قاعده ضابطه ولایت فقیه هست. اما در فقه برادران اهل سنت شما سیطره رو به چهار طریق میتونید توجیه کنید. مرحوم شاطبی اینا رو بحث کرد. طریق اول این است که خلیفه اول خلیفه بعدی رو وصایت کنه. دوم این است که همه مردم روی طرف اجماع کنه. سوم این است که ریش سفیدا رو اجماع کنن. چهارم این است که قیام کنه طرف با زور و با سیف و با زور وایسته بگه که حتما اطاعت کنید. خواسته یه میگه در این قسمت مقاصد و شریعت، یعنی حدود اجرا کنه کافیه. ببینید این یه خلأ تئوریک است که اجازه میده که تاهان توطئه‌گران غربی سوء استفاده کنن. منتها این پدیده نتیجهش چیه؟ یک اسلام آمریکایی مشخص میشه. معلوم میشه این اون نیست که مردم جهان اسلام رو زنده میکنه. انقلاب اسلامی رو احیا میکنه. یعنی این پدیده هایی که غرب توسط امثال داعش و اینا درست کرد چیزی نبود تأثیرش جز اثبات درستی، معقولیت، خرد پایه بودن تجربه انقلاب ما. این پیروز میشه. آیا دور مذاکرات هسته‌ای برگزار شد با حضور آقای ظریف و خب توی وین؟ آیا اطلاعات جدیدی به شما رسیده؟ آیا اصلا این مذاکرات به یک نقطه ای رسیده که بشه در مورد دورنماش تحلیلی ارائه داد الان؟ اون چیزی که جناب رئیس جمهور محترم ابراز کردن امیدواری بالایی دارن که این مذاکرات به نتیجه برسه. طبیعتا همه ملت ما دوست دارن این مذاکرات به نتیجه برسه. البته شما نظر من رو میدونید راجع به استایل این مذاکره و مشکلاتی که این مذاکره داره، منتهی معناش نیست که ما محامی دولت عزیزمون نباشیم. طبیعتا ما دولت مسئول مذاکره است، همه باید ازش حمایت کنیم. من شخصا معتقدم آمریکایی‌ها اگرچه نیازمند این توفیق در این مذاکره هستن، نیازمند سطحی از توفیق هستن. اوباما هم بسیار نیازمنده که مذاکرات با عدم توفیق تمام نشه و این در واقع نقطه مثبتی است. منتها من بعید میدونم در این فاصله کوتاهی که الان مونده اونا حاضر بشن به یک حدود معقولی از انتظارات قانع بشن و شاید اونا بلند پروازی هایی دارن که هنوز زمان میبره تا حق و اصلاح بشه. در هر صورت همه ما امیدوار هستیم به اینکه تلاش دولت عزیز ما با توفیق قرین بشه. یعنی احتمال داره که تمدید بشه مجددا؟ حالا من این رو نمیدونم، چون من معتقدم تئوری تمدید تئوری درست نیست. یعنی این تمدید چیز رو اضافه نمیکنه و اینکه قبلا هم 4 ماه تمدید شد و 6 ماه تمدید نشد، دلیلش این بود که با تمدید مجدد 6 ماهه نظام ما رأی مثبتی نداشت. به نظرم ما علل اصول بهتره که یک روی خوشی به تمدید نشون ندیم، چون تمدید چیزی برای ما دستاورد نداره.